سلام یک شنبه 16 مهر 91 هفت اکتبر 2012 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دیروز شنبه حکومت همونطوری که انتظار میرفت به پاک کردن صورت مسئله پرداخت و راه حل های ایدی امینی رو برای بحران اقتصادی شروع کرد ابتدا در بازار با پلیس و لباس شخصی و نیروهای امنیتی حاضر شدن سعی کردن به زور مغازه ها رو باز بکنن معزالک به بخش قابل توجهی در بازار پارچه فروش ها و طلا فروش ها کماکان مغازه هاشون بسته یا نیمه باز بود و دادستان هم دادستان تهران خبر داد از اینکه که سی نفر در به جرم اخلال در ارز دستگیر شدن از جمله گفته شده رئیس مدیره و عامل بانک اقتصاد نوین هم ارز در بازار فروخته و کارهای دیگه کرده و دستگیر شد از سوی دیگه سعی کردند که مطبوعات و حکومتی دوباره بگن حباب ترکید خبرگزاری فارس خبر داد که بله 2500 تومن تا 2700 تومن مردم میخرن میفروشن و کیهان گفت اصلا دیگه فروشنده زیاد خریداری نیست امثال و امثال هم ولی واقعیت چیز دیگری بود و اینکه در واقع نرخ واقعی دلار بین 3500 تا 3700 تومان در نوسان بود و در واقع معاملات در بازار آزاد ارز راکت بود با سیاست های اشتباه حکومت تا اینجای کار کشور دارای شش نرخ ارز شده یک نرخ, نرخ مرجع یا است که 1226 تومنه که قرار است به کالاهای اساسی و دارو و غیره اختصاص داده بشه نرخ دوم ابلاغیه بانک مرکزی بود دیروز به سرافی ها که 2500 تومن باید بخرید و 2600 تومن بفروشید که ارز غیر مرجع گفته شد اما هیچ کس این کار رو نمیکنه کنه هم گفتن اصلا نه ما میفروشیم نه کسی هست که به این نرخ بفروشه به تعداد معدودی صرافی نرخ سومی ارز دادن که 2850 تومان بفروشن و چون رانت و ما به تفاوت داشت صفهای طولانی تشکیل شد فورا برای اینکه این ارز ارزان عرض رو بخرن نرخ چهارم نرخی است که قرار است 5 درصد زیر نرخ بازار آزادی که بانک مرکزی میگه بازار آزاده مثل همین 2850 تومان در اتاق مبادلات ارزی ارائه بشه بانک مرکزی هم ابلاغ کرده که بانک ها می با این نرخ مبادلات ارزی گشایش اعتبار بکنند و نرخ واقعی آخری یک نرخ هم در دبی خود ایران رفته پول داده به بعضی ها ارز داده و اعلام کرده 2900 تومن در دوبه معامله شده ولی یک نرخ واقعی ورای این خیمه شبازی ها حضور داره اونم نرخ آزادی است که معاملاتش هم راکده جالبه که تمام سایت هایی رو که نرخ ارز اعلام می کنترل کردن وادار کردن نرخ هایی که حکومت میدن بگه و بعضی سایت ها هم زیرکی کردن نرخ یورو رو مثلا اعلام کردن 4630 تومن اما دلار رو به فرموده 2710 تومن نوشتن که شما وقتی یورو رو برابری دنیاییش با دلار حدود 1.3 هم میذارید میبینید که نرخ دلار 3530 سی تومن در میاد برحال این قبیل فعالیت ها که من اسمش رو نوع عملکردهای های ایدی امینی گذاشتم قاعدتا چند روزی دوام میاره چند روزی هم در اطلاعات بسته میشه اما اقتصاد مسئله است که راه خودش رو میره و با این قبیل خیمه ها مشکلی ازش حل نخواهد شد سهل است فشارهای امنیتی وضع اقتصادی رو بدتر هم خواهد کرد سرمایه گذاری کمتر میشه خرید و فروش کمتر میشه فرار سرمایه بیشتر میشه و رکود افزون خواهد شد آقای افزلی فر نماینده عضو اصل 90 مجلس هم گفته هنوز مرکز مبادلات ارزی درست نشده شرکت های سوری درست شده برای سوء استفاده کردن من بعد به این اضافه کنم هنوز بانک مرکزی ابلاغیه دیروزش برای گشایش اعتبار بانک ها با نرخی که قرار است رانت توش باشه اعلام نشده به نظر من اگر این کار رو بکنن مطمئن باشید پروفرما های اوور این به سرعت به روانه میشه کالا خریداری میشه اما قیمت ها مصنوعا بالاست و ما به تفاوت مقدار زیادی رانت برای یک دبع ارمغان خواهد آورد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم خبر داده از اینکه در چهار و نیم ماه اول امسال بین 17 تا 25 میلیارد دلار ارز 1226 تومانی اختصاص داده شده که ما به تفاوتش میشه 20 هزار میلیارد تومن و او گفته که کالاهایی که با این ارز وارد شده داره بعضیاش به نرخ آزاد به فروش میره از جمله عروسک چینی گفته ایشون 4 میلیون دلار از ارز 1226 تومانی و باهاش عروسک وارد شده کنگره امریکا هم دنبال تحریم های شدید تر است بعد از انتخابات آمریکا ششم نوامبر که زمینه لایحه بودجه دفاعی سال آینده بشه که اگر تصویب بکنن مبادلات بانک مرکزی بیش از پیش کنترل میشه و جز غذا و دارو سعی میکنه این لایحه جدید راه رو بر همه واردات همه مبادلات بانک مرکزی کاملا ببند نکته دوم این که شرکت کیسون مجری طرح متروی اهواز که 100 نفر رو قبلا اخراج کرده بود 278 نفر رو هم مرخصی اجباری داده و به این ترتیب جمعا 378 کارگر طرح متروی اهواز بیکار شده نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی هم خبر داده از اینکه در نظر سنجی که از مردم شده 82 درصد مردم مشکل اول و اصلیشون رو اقتصادی ذکر کردن از قبیل گرانی بیکاری مسکن و این قبیل مسائل همین آقای نماینده مطرح کرده که آمار معتادان در دوره هفت ساله احمدی نژاد دو برابر افزایش پیدا کرده روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشت تندی دولت احمدی نژاد رو ناکارآمد دونسته و گفته باید از مردم عذرخواهی بکنه البته به روزنامه جمهوری اسلامی بعد گفت اون کسی که باید از مردم عذرخواهی بکنه شخص آقای خامنه است و عذرخواهی این است که کنار بره از مسندش برای بلایی که بر سر کشور آورده اما آ... راحل های اقتصادی هم که مطرح میشه این روزها از جانب حکومتی ها و دولتی ها گاهی بسیار خنده داره که البته در روزهای آینده مختصری به اونها خواهیم پرداخت و اینکه واقعا اقتصاد کشور راه حل داره نسخه ای که قابل درمان باشه داره ولی نسخه ای که اگر پیچیده بشه این آقایونی که در کار هستند در واقع باید کنار برن و یا از مریضیش خواهند مرد نکته سوم این که آقای حسن فاطمی از شهروندان کرد اهل سقز به با وجودی که فلج هستش به سه سال حبس تعذیری محکوم شده چهار معلم, معلم دیگه اهل سنت هم دا از تدریس محروم شدن در کردستان به این ترتیب غیر از اون هفته دبیری که چند وقت پیش محروم، ممنوع تدریس شدن چهار نفر معلم دیگه هم اضافه شده همینطور آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل دعاویی که در زندانه و به 13 سال زندان محکوم شده جایزه بین المللی اتحادیه بین المللی وکلا رو بهش اعطا کرد نکته چهارم که آقای سعید قاسمی از لباس شخصی های کشی که یک موقع بالای سر احمدی نژاد مردم رو کتک میزد الان از مخالفین شده و ایشون حرفای جالبی زده گفته که ما با بچه های اللهی ممکنه در خیابان حاضر بشیم و بحران رو جمعش بکنیم زمنان گفته که با آقا کل نیندازید آمارهای عجیب و غریب ندهید که مثلا تحریم ها جواب میده و باید مدل عوض کنیم آقا گفته در شرایط بد رو خیبریم نشه و ابو طالب تمام دیگه کسی حرف بحران نزنه خدا کنه این آقای قاسمی ای که فکر میکنه بریزن تو خیابون با اون لات ها این کار رو بکنه تا ببینن که تأثیر بدتری روی اقتصاد میگذاره ضمن اینکه یک مقدار هم خط و نشون برای احمدی نژاد و دولتش کشیده سخنگوی شهرداری تهران کاندیداتوری استعفای آقای قالیباف در ماه آبان رو تکذیب کرده ولی گفته ایشون کاندیدای و است آقای سعید جلیلی هم نوشته روزنامه نیویورک تایمز رو در مورد طرح نه ایران تکذیب کرده ولی احتمالا نیویورک تایمز در پیشینش حرف بی خود نمیزنه و اسناد و بدارکی داره که رو خواهد کرد در عربستان هم وقتی عربستان گفته براعت از مشرکین رو تحمل نمیکنه اون تظاهرات سیاسی که ایران داره ظاهرا ایران قبول کرده که این اکسیون رو نداشته باشه این حرکت رو نکنه حتی در کنار قبرستان بقی دعای کمیل هم نخوانند اما با اعتراضی که نمایندها کردن در داخل ایران تکذیب کردن و به احتمال زیاد لوس خواهند کرد و آنچه که عربستان دیکته کرده گوش خواهند کرد نکته پنجم اینکه در ترکیه برای چهارمین روز متوالی آتش توپخانه روانه پاره مراکز نظامی سوریه کرده و ارتش و آزاد سوریه هم اعلام کرده که تمام گردانهاش رو زیر یک فرماندهی جمع کرده به دلیل وضعیت جدید جنگ که می طلبه که در واقع گستردگی جبهه ها و مرحله جدیدی که در اون حسن نماینده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دست به دامن سازمان های بین المللی شده برای نجات جان گروگان های ایرانی که اگر مهلت ارتشا آزاد برقرار باشه آخرین ساعت مهلتی است که تعیین کردن و نکته آخر سخن بزرگان که آقای اینبار آقای احمدی نژاد فرمودند که یک عده تلاش کردند بازار رو خراب جلوه بدن من معتقدم که اخلال بازار کار شیطانه اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی